سلام و درود بر بینندگان بسیار عزیز تلویزیون پارس، با آرزوی سلامت و سعادت برای همه شما و آرزوی صلح و صفا برای ملت ایران و بهبودی کامل برای این عزیزی که با کمال تأسف مجددا گرفتار شده و درگیر شده، و امیدوارم که اگر اینکه امکاناتی رو در اون بیمارستان ندارن، مثل همون موقعی که دوره واقعا اگه مشکلی بود ما به سرعت بیمارا رو از یه جایی به جای دیگه منتقل میکردیم در دوره که 57. من استدعا میکنم از پزشکان عزیز فشار بیارن، استدعا بکنن که جون مردم نجات پیدا کنه، نه که همه مردم به صورتی گرفتار و مشکل داشته باشن. اول خواستم عذر بخوام از برنامه هفته گذشته که متاسفانه به علت اینکه من خیلی زیاد در تکنولوژی در این چیزا خیلی وارد نبودم، مشکل بود که از کتاب بخوام به شما چیزی رو نشون بدم و بسیار بسیار کار سختی بود. در نتیجه امیدوارم که امروز بتونیم که یه مقداری برنامه رو منظمتر و مرتب داشته باشیم. در ضمن توجه داشته باشید که این برنامه برنامه شما عزیزانه و هر کسی هر سوالی چیزی دارین تشریف بیارین و بپرسین. قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم، من خب از موقعی که به آفیس وسوود و رداندو رو تقریبا مدتی نبودم، بعد الان در تارزانا هستم، به دلیل اینکه مشکلات بسیار بزرگی رو برای بیماران خصوصا مدیکال دیده بودم، کسایی که مدیکال دارن، و در اینجا خیلی مشکل دارم برای دیدن پزشک. و با توجه به که من حدود 16 سال جزء بورد الیکر بودم و هلت نت، فکر کردم که شاید در اینجا لازم باشه که این خدمت رو در اینجا هم ارائه بدم. به همین دلیل هم هست که در تقریبا بیشتر HMO مثل الیکر، ریگال و خیلی هر کدومشون که اصلا به هر حال ما هستیم، و کسایی که اگه دوست داشته باشین تشریف بیاریم با کمال میل میبینیم، و به اضافه این که مثل بقیه که 6 ماه و 5 ماه و 4 ماه و 3 ماه باشه نیست، حد اکثر تا 3 روز تا 1 هفته یا تلفن میزنیم یا میبینیمتون. به هر حال این چیزیه که واقعا میدونم که نمیشه که همش بیماران فقط به ارجنت کر برن و امرجنسی روم برن بدون اینکه کاراشون درست انجام بگیره. به هر حال اگر خواستین میتونین با شماره آفیس که حتما اینجا داریم تماس بگیرین و دفتر خدمتون حتما اطلاع کامل رو میدن. خواستم که واقعا من یکی از افتخارات بسیار بزرگم اینه که شخصی رو که الان توی آفیس خصوصا مسئول این برنامه است، آتوسا، که خیلی از افرادی که در این قسمت شهر توی سان فرناندو والی زندگی، انسینو و تارزانا و اینا زندگی میکنن، وودلندهیلز، ایشون خیلی خیلی خوب میشناسن، و به هر حال اگر امری داشته باشین در خدمتون هستیم. خب من هفته پیش راجع به سردرد و گردن درد خدمتتون گفتم و شونه درد، که همطور که عرض کردم بیشتر این گرفتاری ها مربوط به طریقه خوابیدن افراد، نشستن افراد، نگاه کردن به تلویزیون، نگاه کردن به تلفن و اینکه تلفن رو اینجوری تو گردن بذارن اینا هست، و این بیشترین عامل سردرد ها مال اونه. امروز تصمیم گرفتم که قسمت به حساب ستون فقرات و شکم و اینا رو خدمتون بگم، و از شکم درد رو اول میخوام شروع کنم خدمتون، که اگه ملاحظه بفرمایین برنامه که وجود داره این داستان عضلات شکمه که عامل دردهایی در پشت میشه، اینجوری که شما میبینین این مال این عضلات داخل شکمیه، که خیلی وقتا افرادی که شکمشون بزرگه یا اینکه اینجوری میشه که به این صورت در میاد که خیلی ها فکر میکنن که حتی اینا آپاندیسایتیسه، و یا اینکه به این صورت در میاد این شکم دردا، ملاحظه میفرمایید اینا تمام مربوط به این گره هایی که در این عضلات داخل شکمی ایجاد شده، و ایناست که این دردار ایجاد میکنه، و دردهای بسیار بسیار زیادیه. چقدر افرادی هستن که واقعا عمل جراحی شدن برای آپاندیسایتیس و هیچ وقت آپاندیسایتیس نداشتن، و چقدر مشکل بزرگی بوده. همینطوری که عرض کردم خدمتون، این بیماران واقعا اگر که بخوان درمان درست داشته باشن
یخه و به اضافه اینکه کشیدن عضلات داخل شکمه که متاسفانه بازم ممکنه که من اینو از شاید سپهر عزیز درخواست کنم که اگر بتونه بیان و شاید بتونن یه مقداری از این عکس رو بگیرن اگر تونستن، ولی خب اگر هم نشد که حالا اول علائم رو میگم بعدا درمان رو، امیدوارم که بتونم خدمتون بتونم بگم. دوم این که این ابدومینال کرامپ هاست که همطور که عرض کردم که اینجا شما دیدین، حالا اگر این که بخوایم بعدا بریم دنبال این که قسمت اونایی که خیلی شبیه اپندیسایتیس اینجا این اپندیسایتیس لایک، ببینید خیلی از این چیزهایی که ممکنه مربوط ممکنه باشه به این قسمت عضلات این قسمت پشت که این دردایی رو در اینجاها ایجاد میکنه که خیلی خیلی شبیه هن. یکی اینه که متاسفانه بسیار بسیار اشتباه میشه، دردایی که در اینجای رون یا اینجای کمر ایجاد میشه مربوط به گرفتاری اینه که ستون فقراتی خودی که کج میشه، این گره هایی که شما این ضربدرها یعنی گره های عضله، همونطور که عرض کردم عضلات رشته رشته است، خیلی وقتا اینا به علت حرکاتی که ما میکنیم یک گره میکنه و اون گره است که فشار میاره روی اعصاب و دردا معمولا مربوط به همون است. این دردایی که مربوط به قسمت پایین انجام میشه، یکیش اینه که قسمت این بالای رونه و یکی دیگه همینطوری که ملاحظه میکنید قسمت کمره، خیلی وقتا شبیه قسمت هایی که این گروین پین میده، حالا الان خدمتتون عرض میکنم برگشتم بیارم که ملاحظه بفرمایید، یا اینه اینجا ملاحظه میکنید که این همونطوری که عرض کردم دفعه پیش قبل نشون دادم مثل آپاندیسایتیس و این چیزاست که درد میگیره، و یکی دیگه اینه که رکتوس ابدامینوس و بعد میتونیم بریم حالا کسایی که خیلی افراد هستن که شما میبینین که خیلی گاز داره شکمشون، خیلی وقتا هستش که واقعا حالت گاز داره، شکم بزرگه و خیلی چیزاست، خیلی وقتا این علت اساسیش مربوط به همین اشکالاتی که در این ابدومن هست، برخلافی که خیلی وقتا ممکنه ما تشخیص بدیم که این آی بی اس یا چیزهای دیگه است. بسیار بسیار شایعه این که این مسئله است. کاری که شما میتونید که بکنید که ببینید که واقعا اینه یا اینکه اون هست، اگر اینکه شما فشار شدید میدین و یک نقاطی بیشتر درد میگیره و درد نه تنها اون نقطه که درد میگیره جای دیگر هم درد میگیره، شما میتونید که کاملا این مسئله رو در موردش راجبش کار کنید و ببینید که چطوری. از چیزهای دیگری که هست که هم حالت شکم باد کردن شکم، حالتهای تهوع و خیلی وقتا کرمپ، یعنی کرمپای شدید، یه دفعه شکم چنان درد میگیره و اذیت میکنه که آدم واقعا نمیدونه که چی باید بکنه و چیکار باید بشه، بسیار بسیار درد میکنه. از بعد از اون که بخوام بگذاریم، خیلی از دردهایی که ما میبینیم بسیار بسیار دردهایی که در قسمت باسن انجام میگیره و لگن. شما اینو اگر ملاحظه کنین تعداد بسیار زیادی هستن که دردایی در این منطقه دارن، دردایی بسیار اذیت کننده، یه فوق‌العاده ناراحت کننده است در خیلی از موارد، و اگر شما دقت بفرمایین اینجا تنها چیزی که خیلی ها میرن فکر کنن که مال کمرشونه، میرن اپیدورال میزنن یا چیزهای دیگه میزنن، در صورتی که درد اساسی مال این قسمت مربوط به این عضلاتیه که در روی هیپ هست، این گرگرهایی که در اینجا هست، ملاحظه میکنین این مسئله که موجب این اشکال میشه. و دیگه از چیزهایی که دیگه داریم ملاحظه کنین که خیلی وقتا این قسمتی که افرادی هستن که در اینجا فوق العاده درد دارن،
درداشون هم خیلی داخل مقعد و داخل، اگه ملاحظه کنین، داخل مقعد و قسمت های لگن دردهای خیلی شدیدی میگیرن که اینم مربوط به این عضلاته. یکی اینه اینجاست و دیگری در اینجاست، که این دوتا دردهای فوقالعاده ناراحت کننده ایجاد میکنن و درد مربوط به این چیز هست. از چیزهای دیگری که داریم، افرادی که بیشتر حالت خانمایی که دردای دوران قاعدگی دارن و مسائل خیلی مختلفی رو دارن، بسیار بسیار شایعه که بیماری مربوط به شاید این عضلات باشه. البته مال جریانات رحم 100% هست، مشکلات اونا هم هست، ولی چیزی که خیلی دردناکه و دردش وحشتناکه بیشتر مربوط به همین قسمت این ایلیوساکرالی که خدمتتون نشون دادم که ببین، یعنی این دردایی که ایجاد میکنن این هست. از چیزهای دیگری که اینا ایجاد میکنن، این ملاحظه فرمایید، باز همین قسمت ها رو در قسمت، یعنی قسمت هایی که قسمت پلویک لگن خاصه کلن درد میکنه، میتونه این یکی از گرفتاری های بزرگ این مسئله باشه. از چیزهای دیگری که ما داریم الان و حضورتون میخوام عرض کنم اینه که به تدریج بریم سراغ بقیه چیزهایی که داشتیم. اینا رو ببندم و برگردیم به تورسو. اینجا ما بریم توی مپ، باز برگردن تورسو. بعد کسایی که خیلی جالبه واقعا، شما همش فکر کنید که همه مرض رو چطوری میشه به اینا ارتباط داد، ولی واقعیت هم اینه که خیلی از این بیماری ها مثل دایری و اینا هم گاهی اوقات ایجاد اشکال میکنن. یا حالا اینا رو هم باز میکنم و بعد مورد بفرمایید. اینا چیزایی که چون تحریک میکنه ابدامینال، این عضلات ابدامینال ابلیک اینجا وقتی که تحریک میکنه چیزو، اسهال ایجاد میکنن. اینا میتونه که به این صورت باشه. و یا اینکه اگر برگردیم باز به قسمت سرفایی خیلی خشک، سرفایی که خیلی خشک میشه و اینا، یکی مربوط به این عضله که دفعه پیشم خدمتون عرض کرده بودم که این عامل سردردهایی به این صورت هست، عامل سرگیجه است که وقتی که شما یکی به طور کلی یکی بک آف بدو نکی، همین چیزهایی که عرض کردم، این عضلاتی که دفعه پیش خدمتون نشون داده بودم که مربوط به این سردردهایی به این صورت خواهد بود، تمام این عضلات مربوط به عضلات قسمت بالا است که ایجاد این گرفتاری های سردرد رو میکنه. این مال سردرد بود که دفعه پیش خدمتون عرض کرده بودم. بعد الان اگر بریم بعد از سردرد قسمت آپر، ببخشید من میرفتم آپر، اینجا اگر ملاحظه بفرمایید، این قسمت هایی که اینا قسمت بالای ستون فقرات از اینجاست که ترابزیسه، از اینجا پشت شونه است، اینجا پشت آرم، اینا تمام، اگر ما الان اینا رو که باز بخوایم بکنیم، ملاحظه بفرمایید این همون بود که عرض کردم خدمتون که به علت این عضله که در اینجا است که مال گردنه، این اسکالنه که گره گره میکنه و درد از اینجا میاد، کاملا میره پایین، کامل میره پایین و به این صورت دردهای فوق العاده. درد مال شونه نیست، درد مال این قسمتیه که در اینجا داریم. در نتیجه باید گردن رو یخکی گذاشتین، گردن اینجوری بگیریم و بعدا ماساژ در اینجا باید انجام بگیره. واقعا اگر فیزیکال تراپیستتون
و چیزایی بتونن اینو براتون درست کنن یا پزشکتون بتونه این کار انجام بده، فوق العاده میتونه این برای شما کمک کنه. بعد دیگه از چیزای دیگری که شما ملاحظه میفرمایین اینه که پشت انگشتا و این دردایی هست که به این صورت میاد پایین، میره توی انگشتا، به این صورت میره در اینجاها، این بازم مربوط به این عضلات بازوه. ملاحظه فرمایین اشکال توی انگشت نیست، اشکال مربوط به اینجاست، اشکال مال اون تحریکاتی که شما انجام میدین، کارهایی که روش انجام میدین و مشکلاتی رو که ایجاد میکنه براتون، مشکل اساسیتون در این است. بعد اینجا اگه ملاحظه بفرمایید کسایی که خیلی وقتا فکر میکنن که تنیس البو دارن، یعنی فکر میکنن که این مربوطه به اینجاست، در صورتی که درد از اینجا شروع میشه و این دردی که شما ملاحظه بفرمایید چه در اینجا و چه در اینجا، بیشتر از این عضله اینجا این درد میاد، که ایناست که بایستی اگر کسی که داره اینا رو معاینه میکنه اگه اینجا رو معاینه نکنه و کاملا اینجا رو، چون اگه این فشار بدین این درد ریفرال پین میده، یعنی شما اونجایی که فشار میدین اینجا انگشتتون و اینا یکی از این چیزها درد میگیره. به هر حال که اگر دیگه حضورتون عرض کنم که اینجا اگر ملاحظه کنی که قسمت های مال برگردم برای که مثل چند تا از اونجا باقی مونده بود، یکی دیگه این که مال همینطور که اینا هم که ملاحظه میکنین اگه شست درد میگیره یا چیزی میگیره احتمال زیاد مال اینا هست، این عضلات براکیالیسه، همین مال این عضلات اینجا هست که این دردار ایجاد میکنه و میتونه گرفتاری های بسیار بزرگی رو ایجاد کنه. اگه برگردیم به آپرتورس، برگردیم به فوران، اینو ملاحظه کنین، اینا اشکالاتی که معمولا در عضلات مختلف ایجاد میشه و واقعا دردهای بسیار زیاد ایجاد میکنه. اینا بعضی از این رشته های عضله فایبروس میشه، مثل تناب مانند میشن و خیلی ایجاد اشکال بیشتری خواهند کرد. چون اینا خود بیشتر مسئله پزشکیش شد دیگه، زیاد نمیخوایم چیز بکنیم که بریم دنبال اونا. بعد میرم دنبال اینجا بس بریم قسمت پس قسمت های بالا رو دیدیم، حالا میریم قسمت لوور تورسو. اگه دقت بفرمایین این تمام شکمو که به این صورت، تمام عضلاتی که نشون میده به این صورته، ولی برگردم به خود مپ. این آدم تکنولوژی هم خیلی خوب بلد نباشه، آدم مشکل بزرگی خودش اینجا بود. خب حالا ما بریم برای قسمت بک آف نک و بک آف شولدر رو دیدیم، بلوتینگ رو میریم قسمت های چست پین، فرانت آف چست پین. اگه ملاحظه کنید خیلی از افراد واقعا احساس میکنن که ممکنه که این دردهایی که دارن مربوط به قلبشون باشه، چون این درد هم اینجا هست و بعد همین که کاملا به بازوی چپ میزنه و اگه ملاحظه بفرمایین اینجا این است. حالا شما اگر موقع که یه جور چیزایی که وقتی درد دارین با انگشتتون روی اینجا رو کاملا که فشار دادین چی، بعد برین زیر بغل و اینجا رو، این زیر بغل اینجا رو فشار بدین، اگه این درد باشه، ولی خواهش میکنم اگه چسب این داشتین و به حرف من گوش ندین، حتما 911 اگه چیزایی
که احتمال خطر داره رو استدعا میکنم که حتما تشریف ببرین و واقعا برین دنبال اینکه بتونین شاید این مسئله رو کلیر اونا لاقل امتحان کنن و بدونن که نوار بگیرن، یه دونه تست خون بکنن و ببینن که مشکلی شما ندارین، چون خیلی از این عضلات اینجاست که این دردار رو ایجاد میکنه که خیلی وقتا شبیه دردای قفسه سینه میشه و خیلی اشتباه گرفته میشه با بیماری های قلبی. اینجا اگه نگاه کنین باز همین باز این قسمت جلوی شونه باز مربوط به تمام این دست ها و ایناست که قبلا نشون داده بودم. باز اگه بریم برگردیم به اینا تمام هستش که مالی قسمت های مختلفه، ولی خیلی سریع بخوام واقعا شاید سعی کنم تا اونجایی که ممکنه برگردیم به چیزا. از چیزایی که خیلی خیلی گاهی اوقات فوق‌العاده اذیت میکنه و واقعا آدم حتما احساس میکنه که سکته کرده، موقعیه که این استرنالیست یعنی اینجا این عضله این قسمت وسط قفسه سینه دردش خیلی شدید میگیره و کاملا هم به این دست میزنه، خیلی وحشتناک آدم ها احساس میکنن که نکنه که این وقتی که این تو جریان ایجاد میشه بدبختانه که عامل این میشه که ضربان قلب خیلی تون بشه، نامنظم بشه و خیلی وقتا این کاملا شبیه همینطوری که عرض کردم شبیه آردتکه. قسمت های شورج اینا هم که عرض کردم خدمتون. باز برگردیم به قسمت باز برگردم به سیمتون. بعد اینا تمام این قسمت هایی که از هدیکار هم که عرض کردم، فرونتال هدیکار اینا هم عرض کردم. حالا گروین پین هم خدمتون بگم که اینجا دردایی که اینجا وجود داره موقعی که اینجا درد میگیره و واقعا دردایی بسیار اذیت کننده، و همینطور این درد با کمال تأسف نه تنها فقط توی قسمت این کشاله رونه، قسمت زانو رو خیلی درد میگیره. خیلی وقتا این عضله موجب هم قسمت جلوی زانو میشه، هم قسمت جلوی رون میشه، و همین که خیلی وقتا زانو اصلا قفل میکنه و همطور که عرض کردم که شال رون هم درد میگیره. این از علائمی که در اینجا داریم. و اگر که برگردیم باز به سیمتوم، قسمت های آنتریور آرم و اینا رو هم که گفتیم، دارم همینطور سعی میخوام بکنم که تا اونجایی که ممکنه این بانیون این دردهایی که خیلی وقتا که چیزایی که بانیون دارن علاوه بر که خود بانیون ممکنه ایجاد اشکال بکنه، ولی این عضلات فوق‌العاده مؤثرن در ایجاد دردهای خیلی خیلی شدید که واقعا احساس درد به این صورت میاد درست توی این قسمته. شما بارها بوده که صحبت کردین که انگشتی مثلا شست پام کار میکنه یا وسطیش درد میگیره، اینا مسائلیه که در اینجا داریم. یکی اینه که این قسمت بانیانشه که اگه ملاحظه کنین این قسمت اینم که گفتم. حالا قسمت های کف پا این واقعا چقدر دردناک و اذیت کننده است که ملاحظه کنیم این قسمت هایی که پای بالای پا درد میگیره و دردهای خیلی شدید داره و خیلی وقتا آدم فکر میکنه که شکستگی یا چیزی داره، نه اینا مربوط به این قسمت اینجاست. و یا اینکه اینو اگر ملاحظه کنیم خیلی وقتا که این درد رو ایجاد میکنه این مربوط به این قسمتیه که گرفتاری در اینجاها ایجاد شده و گرفتاری بسیار بزرگی رو ایجاد کرده. این قسمت
همینطور که عرض کردم قسمتی که واقعا آدم زانو به شدت گرفتاری ایجاد میکنه و دردهای عظیمی داره در اینجاست، و علاوه بر این که زانو درد میکنه فشار رون ممکنه درد داشته باشه و اذیت بکنه. این هم مربوط به اینه که خیلی ها میگن قانون زانوی من قفل شده، که این داستان از این قراره. بعد خب یکی از چیزهایی که فوق العاده اشتباه گرفته میشه با مسائل سایاتیک و در پین و دردهایی که آدم ها فکر میکنن که داره، یکی این بود که همطور که عرض کردم مال قسمت باسن، دردهایی که ایجاد میشه مربوط به به این قسمت و بیشتر اینا رو قسمت هیپ مال اون بالای اون قلمبه عضلات اونجاست که به علت نشستنهای بعد، به علت مشکلاتی که ایجاد می، یعنی درست کار نمی کنیم، درست ورزش نمی کنیم و خیلی اینا میتونه گرفتاری بزرگ ایجاد بکنه. این و بعد از اون اگه دقت کرده باشین، اینم که عرض کرده بودم، ایلوساکرال هم اینم عرض کرده بودم. حالا میریم قسمت همین باتاکس رو بیارم باز، چون اون خیلی چیزای جالبی شما الان میبینید در اینجا اوناشی گفته بودم. خب یکی این که افراد فکر کنن که خب اینا مربوط به کمر درده و مربوط به چیزاست که ستون فقرات. توجه داشته باشین هر کسی که امارای میکنه، همطور که عرض کردم، اطمینان داشته باشین امکان نداره از 35 بالا کسی بره و دیسک نداشته باشه، یه مشکلی در ستون فقراتش نباشه. ولی همه مشکل این دردا فقط و فقط به خاطر ستون فقرات نیست، اغلب دردا واقعا مربوط به همین عضلات و تاندونا و این گره‌های عضلات که بهش میگن اکیوت مایفیشیال پین یا اکیوت مایفیشایتیس یا مایفیشیال دیسفانکشن پین. این اسامیه که توی قسمت های طبی گفته. ببخشید حضورتون عرض کنم که اینجا باز ملاحظه میفرمایید علت اساسی اون دردا در این عضلات بغل ستون فقراته. اینا که ملازم فرمایید اینا مربوط به عضلات، همش مربوط به عضلات بغل ستون فقرات اینا، و این که گرفتاری بزرگی رو ایجاد میکنه. ببخشید عوضی باز دادم. میخواییم برین آگهی برین هرچی میخواییم برین. من فکر کنم یه دو سه دقیقه میخواهم برم برای آگهی و یه آگهی بذارن، یه چیزی بذارن که به هر حال واقعا تلویزیون فارس احتیاج به تنها جایی که مستقله، تنها جایی که واقعا بهترین برنامه رو واقعا و درست خدمتون میدن. دوست بسیار عزیز، دوستان بسیار عزیزم مثل علیرضا مهبودی و همه کسایی که واقعا در اونجا برنامه اجرا میکنن واقعا جزء افتخارات هستن. مطمئن باشین که هرگز به جز مصلحت ایرانی، آقای مهندس شجره، خانم مهندس مرجان رقیبی و بقیه کارمندای اونجا، خدا رو شاهد میگیرم هرگز بجز برای نفع ملت کاری رو انجام ندادن و تونستن کاملا مستقل باشن و فقط برای منافع ملت ایران کار کنن. اینه که خواهش من یه آگهی برین که لاقل یه درآمدی رو برای، امیدوارم که همگی کمک کنن که بیمار این تلویزیون سر با واقعا بمونه و بتونه برنامه خوبش ارائه بده. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن،
شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه‌های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته‌هایی رو به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر می‌کنین می‌خوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. حضورتون عرض کنم که خب حالا دنباله همین قسمت باتاکس و قسمت های لگن و اون باسن و قسمت هایی که واقعا هست، از چیزهای دیگری که خیلی دردناکه و فوق العاده باز اذیت میکنه، اگه ملاحظه فرمایید، دردهاییه که مربوط به هم قسمت هیپ درد میکنه، هم قسمت تایونی، که بعد این باتاکس پین قسمت باسن که درد میکنه، بعد این قسمت اینجاست. و خیلی وقتا خیلی از آدما به علت دردهای شدیدی که در اینجا دارن متاسفانه ایجاد اشکالات مربوط به رابطهشون میکنه و مشکلهای فوق العاده زیادی را ایجاد میکنه. حالا شما اگه ملاحظه بفرمایید، در اینجا این زمانی که خیلی ها فکر میکنن که این درد سایاتیکاست، یعنی دردی که از عضله در اونجایی، در صورت که عضله به هیچ وجه مال عضله و تاندونای این قسمت روی هیپه که درد میاد و کاملا اگه ملاحظه کنیم کاملا یا میره قسمت عقب که فکر میکنن سایاتیکاست، یا میاد قسمت جلو. به این صورت شما اگه ملاحظه بفرمایید، تعدادی بسیار زیادی از افرادی که فکر میکنن که کمر درد دارن میتونن بیان رو خط و
که ما برشون توضیح هم بدم اگه دوست داشته باشن، که این کاملا دردای شدید ایجاد میکنه و این عین درد سایاتیکا میمونه. یعنی ببینید عینی که فکر میکنن همه این درد سایاتیکا است، در صورت که این درد چیز نیستش که عضله که نرو فشار بهش اومده باشه و بره به پایین. اینه که من این خیلی مهمه، بسیارم شایعه. من از موقعی که واقعا تعداد خیلی زیادی از این افراد هستن که این گرفتاری رو دارن و متاسفانه مشکل بزرگی. باز برگردم برم سراغ اینجا. همینطوری که عرض کرده بودم خدمتون دفعات پیش که گفتم که برای سرگیجه که میگیدین این ورتیگو که همه چیز دور سرتون میچرخه و آدم فکر کنه که سوار چرخ فلک شده، این بیشتر مربوط به نوع خوابیدن شما که اینجوری میخوابین یا نوع دیدن شما تلفن یا تلویزیون یا خوندن کتاب و این چیزاست و این درد فوق العاده اذیت زیادی میکنه که این قسمت ببینید دردایی که ایجاد میکنی گاهی با تو گوشه گاهی پشت اطراف چشمه، ولی اینجا که از بیشترین چیزی که این گرفتاری ایجاد میکنه مسئله اینه که وقتی که شما ببینید اینو من قشنگ میخوام بذارم که ببینید dizziness when turning head or changing field of view، که وقتی شما تکون میخوری یه دفعه سرگیجه میگیرین، این مربوط به این عضلات همین جایی که خدمتتون عرض کردم و این شما اگر همینطور که نشستین سر بیارین پایین، این عضلات گنده ای که از این بالا رفته تا این روی قفس سینه‌تون اینا رو بگیرین، همینطور که وشکونش بگیرین می‌بینید جایش گره گره داره و درد داره، دردش هم زیاده. اینی که اگر اونو داشته باشین خواهش میکنم برای این کار، اولا اگه سرگیجه گرفتین و نترسین، به مجرد که از یه طرف میکنین سرتون گیج میده فوری بشه خونین بغل باز میشه پایینه ببرین بالا، و بعدم اگر که بخواین درمون درست بشه یخ بذارین و اینه بکشین و بعدن هم همینطور ماساژ بدین که یواش یواش این گره باشه، متکاتون رو درست کنین و طریقه خواب و طریقه خوندن و تلفنتون رو در این صورت یا گوشی بذارین و یا اینکه روی اسپیکر بذارین، و خواهش میکنم اینجوری روی گوشی نذارین، به این صورت نگیرین، برای که یکی از بزرگترین گرفتاری هایی که واقعا وجود داره اینه و فوق العاده زیاد اشکال داره این چیزا. از چیزایی که دیگه ما داریم در اینجا یکیش هم این قسمت، اگه دقت کرده باشین قسمت های اینجا درد هاست که این هم این عضلات واقعا یا مربوط به اینجا بود که اگه میبینید این قسمت زیر رو میده، حالا این چقدر آدم ها همطور که دفعه پیش عرض کردم چقدر آدم ها میرن دندوناشون رو میکشن، درصدی درد مربوط به اینجاست، درد مربوط به این عضلاتی که در اینجا هست و این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه. اگه باز برگردیم ببینیم که یکی از چیزهایی که واقعا خیلی جالبه این گوش درد هست، گوش درد ها عواملش یا مربوط به این عضله است یا بس همینجاست، ولی از طرف دیگه اون قسمت اینه که دادیم برگردم به قسمت چیک بینیم دیدیم دارم بیان به صورت یواش یواش کسایی که این فیلد آف ویو بازم اینم مربوط به همینه که وقتی شما یه چیزی نگاه میکنید سرگیجه میگیرین، همین واقعا این چیزایی که تا اونجایی که ممکنه همه اون چیزهایی که خدمتتون بگم یکی از چیزهایی که خواستم بگم خدمتتون اینه که اونایی که تو گوششون صدا میاد و اونم به همین صورت اگر که تینایتیس خبونم الان نگاه الان دیدمش اونجا توی سیمتوم دیدم اونجا بریم قسمت
فور آرم و این مال تو و اینا هم که خدمتتون عرض کردم، این قسمت مال ریست و این چیزا رو من عرض کردم خدمتتون که ریست و هند و اینا باز اینا مربوط به عضلاته. یعنی ملاحظه کنید که هر کدوم از اینا رو که شما داری نگاه میکنین وجدانن قشنگ نگاه کنی ببینید درداتون اینجاست، در صورتی که بهتون میگن آرتروز دارین، اینا آرتروز نیست، اینا مربوط به این عضلاتیه که شما ملاحظه میفرمایین، ببینید مربوط به این عضلاتی که این درداری دارین دیگه. این کتاب واقعا یکی از کتابیه که بهش میگن بایبل آف ماسل اند تندن، یعنی بسیار خوبه. متاسفانه به علتی که نویسنده کتاب که دوره ریگان در وایت هاوس کار میکرد و فوت کرد، دیگه این خیلی زیاد منتشر نشد و اطمینان دارم خیلی از پزشکان ممکن اصلا کتابم نداشته باشن یا نگرفتن، ولی خب من در حدود از سال 83-84 من این کتاب داشتم و هر وقتم که لازم شد بازم سعی کردم که اگه چیزهای جدیدیش هم اومده باشه گرفته باشم و بخونم، چون خیلی کمک کرده به مردم. من اطمینان خاطر دارم که این خیلی خیلی کمک میکنه به افراد. از چیزهایی که دیگه کارپال تانل سیندروم، این که خیلی ها فکر میکنن که اینجا سه تا کارپال تانل سیندروم موقعی که عضله اینجا این قسمت عصبی اینجا تحت فشار قرار میگیره و این سه تا انگشت خواب میره و موقعی که تکون تکونش میدین این خوب میشه، اگه کسی اینه داره کارپال تانل سیندروم داره. ولی خیلی وقتا ممکنه که این کارپال تانل سیندروم به علت این عضلاتی که در اینجا گره گره کرده باشه، الان اگه ملاحظه کنیم مال زیر بغل که اینا میاد، علاوه بر که اینجا درد میگیره ببینین درست منطقه کارپال تانل هم گرفته و ایجاد گرفتاری میکنه. اینجا اگه اینکه شما وقتی که این کاری که میکنید دست رو میبرین بالا و ریستتون درد میگیره، یعنی مچ دستتون درد میگیره، بدونین که مشکل مال اینه، مال خود کارپال تانل نیست. اینا برای اینکه خدمتتون عرض کرده باشم. بعد میایم سراغ اینم قسم خدمتتون عرض کنم، خیلی از افراد هستن که گوشاشون صدا میده، اشکالات گوشی دارن، مشکلات خیلی زیادی دارن، ملاحظه می‌فرمایید اینه. و خیلی وقتا همونطور که دفعه پیشم عرض کردم مربوط به این عضلات قسمت جاست که اینا انجام میگیره و این که گوش درد میگیره و همینطور وزوز میکنه و صدا میده، خیلی وقتا مربوط به این شاترینگ، یعنی این تکون تکون خوردن این عضلاتی که اون صدا رو میشنن که خیلی صدای اذیت کننده. درمان تینایتوس البته تازگی درمان واسش اومده، ولی اگر بهترینش اینه که سعی کنید با این صورت یخ بذارید و دهن رو باز کنید یا چیزایی بذارید تو دهن باز کنید، که البته حالا امیدوارم دفعات دیگه شروع کنم به درمان اینا رو هر کدوم از قسمت ها اگه باشه که درمان هاشونم خدمت. الان دارم فقط سمتوم ها رو به تو میگم، اون چیزها رو به تو میگم که بدونین بیماری هاتون خیلی هاشون خیلی بیماری های شدید و وجدانم خیلی ناراحت کننده نیستن به اون صورت که آدم فکر میکنه که خیلی خوب من الان مشکل زیادی دارم. نه، مشکلات به هر حال هست، ولی هر چیزی ببینین خیلی وقتا شما سوار ماشین که میشین بعد از که وای میسین باز میبینین که تکون تکون میخورین، اون علتش باز همین مربوط به این عضلات استرنوکلیدوماستوئیده. من این چیزایی که چون خیلی وقتا مثلا یکی میگه که من با اینکه وای شدم و نمیدونم چرا هنوز تکون تکون میخوره ماشین، بدونی به هر حال هر چیزی یه عامل اساسی داره. اینم جالبه، بازم اینم باز مربوط به اینه که آدم احساس میکنه داره یه طرفه میره یا چیزی هست. اگه یه وقتی این چیزایی که اتفاق افتاده چیزای خیلی نادرن اینا، ولی برای من خدمتتون عرض میکنم که اگر این که
یکی از چیزهای دیگری که گاهی اوقات هست اینه که چشما آدم یه خود تیره و تار میبینه. خواهش میکنم حتما چشم پزشکتون بریم، ولی گاهی اوقات هم ممکنه مربوط به این عضلات باز همین قسمت های یا اینجا باشه، ملاحظه کنین، یا این عضلات این عضلات باشه که اینا ایجاد این کار رو میکنن. یعنی همه چیزا خیلی خیلی نگران نباشی که بیماری سفت و سختیه، ممکنه واقعا خیلی بیماری سفت و سخت و ناراحت کننده هم نباشه، چیز خیلی ساده باشه که شما میتونین گاهی اوقات یه آدم هایی میگن وقتی که صبح تو بلند میشن میخوام برم روی از تخت میام پایین، احساس میکنم که روی میخ دارم راه میرم. و اگه دقت کرده باشه اینم مربوط به کف پا نیست، این مربوط باز به این عضله تیبیاس قسمت اینجاست که این گرفتاری ایجاد میکنه که درد میره کاملا. به این صورت وقتی شما پاره میذارین واقعا احساس میکنه که اولا خیلی دردناکه، فکر کنه این میخ داره میره توی پای آدم. این یکی از چیزهای یکی دیگه از دردهایی که هست. ببینید این هیل پینه که باز مربوط به اینجاست که خیلی وقتا فکر میکنن این مایفاشیتیس مال پاشنه پاست، در صورت که این مربوط به پاشنه هست ولی اون بیماری اصلی به اون صورت رو نداره که شما ناراحت باشین. یا اینکه این قسمت از پا اگه درد بگیره که میبینین این قسمت از در این گوشه کنار که درد میگیره، چون من واقعا اینو خیلی زیاد دیدم که وجود داره، به خاطر اینکه شما که راه میرین خیلی وقتا کفشا خورده میشه و کج میشه و این درد درد اذیت کننده ای هم هست، خیلی هم اذیت کننده. بله حضورتون عرض کنم که خب ما فکر کنم که تا اینم که عرض کردم خدمتون، من اگر یه دونه دیگه مال قسمت تحتانی پارم خدمتون بگم دیگه فکر میکنم که دیگه مشکل خاصی نداشته باشیم. من خواهش میکنم که اگر امری فرمایشی داشتین میتونین به تلویزیون پارس زنگ بزنین و یا اینکه مثل پیغام بذارین در آفیس که راجع به چه مبحثی بیشتر دوست دارین صحبت کنین و چه کاری باید انجام بگیر براتون. و اگر کسایی که واقعا احساس کردین که احتیاج به یه مشاوره دارین و چیزی دارین، به خصوص برای مردم عزیز ایران هیچ گونه چیزی هم نیست، همه براتون انجام میدم. شب و روز همگی به خیر، با آرزوی سلامت. استی جان خیلی متشکر از شما و سپهر عزیز، خداحافظ شما. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. سوپرویژن، معرف خدمات بینایی و زیبایی شما با تازه های عینک. در